جون خودم اگر بگن حالو گل سرسبده توی تموم شاعرها و یه تنزجت سر آمده، بگن رو دستش تا حالا هیچ شاعری نیومده، تموم ریزیکاری تنز و فقط اون بلده، میگم که این کارا دیگه قدیمیه، کپک زده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر بیان جوازم رو دوباره حاضر بکنن، فیلمای توقیف شدم و پروانه صادر بکنن، دفترم رو باز بکنن، صدر دفاتر بکنن، کتابامو چاپ کنن، اصلا منو ناشر بکنن، به هم بدن یه وام تبصره سه خارج از رده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر کرایه ور بیفته تاکسی مفتکی بشه، تو مترو واسه هر نفر یه واگن تکی بشه، دموکراسی جامنشین سیستم زورکی بشه، اصلا رئیس جمهورمون آقای متکی بشه، بگن که این رفته و اون یکی روی کار اومده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر بیان رو پشتمون هر خونه دیش بذارن، مثل یه دولت قوی بیان و پا پیش بذارن، برا گوگوش و داریوش برنامه تو کیش بذارن، یا اینکه کنسرت قمیشی توی تجریش بذارن، امر به معروف نکنن که این خوبه یا اون بده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. بگن که دختر پسرا با هم بیان با هم برن، 8 روز هفته تو خونه پارتی و مهمونی بدن، برقصن و بخونن و بلنبونن بجنبونن، با هم دیگه خوش باشن و شوخی کنن تا میتونن، نوار ساسی گوش بدن یا بندری یا هایده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. صبح که میشه در بزنن مفتکی صبحونه بدن، یه کاسه کله پاچه با سنگک شادونه بدن، بنزین رو تو ظرفای 20 لیتری در خونه بدن، به کچلا کلاگیس و به مودارا شونه بدن، امضا بدن وعده هاشون قلابی نیست، صدی صده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر بیان و تهرون رو بدن به دست کارشناس، در اختیارش بذارن 100 تا تریلی اسکناس، اونم بیاد عوض کنه سیستم شهر رو از اساس، جوری که اشتباه کنن همه با شهر لاس وگاس، بازم میگم اینا همش حقس و دوز و شعبده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نه. بگن که دخترها بیان قلیون مفتی بکشن، تمام دختر پسرها به هم دیگه آب بپاشن، اونجوری دوست دارن بشن، اینجوری دوست دارن باشن، هیچکی نگه واه که چقدر این جوونا تن لشن، به هم بدن اس ام اس های پنپه یا دنده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر بگن هر کی میخواد عللی تللی کنه، هر کسی که میتونه کودتای مخملی کنه، یاور درویش بشه و همش علی علی کنه، اصلا بیاد به جای ما تکیه به صندلی کنه، از این به بعد وزیر میشه هر کی که کارو بلده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای. به هر کی مستاجره یک خونه مجانی بدن، اساسش هم بدن، تماما انگلستانی بدن، فرشاشو انگلیسی نه، اونا رو کرمانی بدن، وسایل برقیش هم از دم همه آلمانی بدن، بگن که خرت و پرتش هم از اون ور آب اومده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر سیاستمدارا یه متفاوت بسازن، زندونا رو خراب کنن، به جاش توالت بسازن، از صورت زندونی ها یه دونه ماکت بسازن، بعد تو موزه ببرن، یه غرفه ثابت بسازن، از اونها اسطوره بسازن، این هوا و این قده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر بیان بگن حجاب و بیخیالش بشینو، یا دوباره نشون بدن بدون سانسور اوشینو، کسی دیگه نگه کجا وایسا چجوری بیشینو، کسی دیگه نگرده صندوق عقبای ماشینو، بگن که آستین کوتاه والا نداره مفسده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. اگر سیاست یه طرف دین یه طرف جدا بشه، سانسور این مسخره بازی ها همش رها بشه، اگر تو هر محله ای چند تا کاباره وا بشه، که نور دریای خزر عین زمون شاه بشه، تو هر کوچه پس کوچه جای هر سوپری میکده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده. آقا اگر بیان بگن آقا هر چی تو میگی همونه، ماهی 3,200,000 تومان بدیم به هر خونه، منم میگم پول چی چیه، ملا چرا فراوونه، این همه ملا برای چی ولو تو کل ایرونه، اونا هم بگن که جای ملا توی قوم یا مشهده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای. اگر بگن هر کی میخواد لباس رنگی بپوشه، قرمز و سبز و صورتی، پوست پلنگی بپوشه، بدون مانتو شلوار لوله تفنگی بپوشه،
خب بره آزاده، اصلا دامن تنگی بپوشه، بگن تموم مشکلا از روسری و چارقده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. اگر بیان طلا و نقره بگیرن هیکلمون، لیدی گاگا مجری بشه تو رادیو تلویزیون، یا اینکه باز دوباره یک تومن بشه قیمت نون، بگی آقا چند کوکا، جواب بده 4 قرون، یه تومنی یه قرونی اصلا میدونی چقدره؟ من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی؟ تومن چیه؟ قرون چیه؟ بهت بگم حضرت عباسی، شیکر بشه 1 عباسی، روغن بشه 2 عباسی، آدم پیر و راست راسی وا بدارم به رقاسی، حتی با اون حالو که شهر قصه رو خوب بلده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. ضمن این توضیح که دوباره باید بگم، باز نگین حالو تو این چیا چرت پرتا چی میگه، این زبان حال ضد انقلابایی بود که نمیرن رأی بدن، همینایی که میخوان دوباره این زمان شاه باشه، آدمایی با شخصیتی مثل شما میرن رأی میدن، بری رأی بدین، منم رأی میدم، بچه خوبی باشین، دندوناتون هم مسواک کنین. کودی برده از شکایت ها در محکمه قاضی، که این مرد دل باشد بوسیده مرا زوری، این حالوی پیزوری، تازه تو نگو مردک بی پول و پله باشد. آن قاضی با غیرت برداشت قلم را گفت، جای تو تجاوزگر زندان و تله باشد. گفتم که بیا پایین از روی خر شیطان، در حکم و قضاوت که جای عجله باشد. چون بوسه زدم بر او خندید و ربش لابست، تفسیر سکوت زن معنیش بله باشد. او راضی و من راضی، گور پدر قاضی، حالا که کند دبه این قش و قلب باشد. یک ماچ از او کردم 100 ماچ کند از من، چیزی که عوض دارد کی جای گلب باشد. درخواست کردن این متن آسد صادق رو یه بار خودم اجرا کنم. آسد صادق اصلا بچه سوسنگرد بود که از 33 سال پیش تو سرس سد اسماعیل یه سمساری وا کرده بود و سیخ و سپایه و سنور و ساتور و سبد و سینی دست دوم سوم و نسیه میخرید و صاف و صوف و راس و ریس میکرد و سر آدم های صاف و ساده رو سرک شیره میمالید و 3 تومنی و 30 تومن 30 تومن و 300 تومن آب میکرد. این آسد صادق عصرا ساعت 3:30 که میشد تصویر شامخصودش میپیچید دور دستش و سیبیل دوبلاسیش رو تاپ میداد و سقاپ و دستمالی ازیش رو برمیداشت و سینهش رو میداد جلو و از سرا سد اسماعیل سوار خط 13 میشد و یه راست میرفت سراسیاب دولاب اسکا سقاخونه. اول یه سر میزد دکه سیرابی اصلا سیاه و سرپای کاسه سیرابی رو سر میکشید، بعد یه نصف سنگک رو با 3-4 تا سیخ جگر سیاسفید سق میزد، بعدش هم سرطه میکرد تو قهوه خونه اسقر سوسما رو، بعد 2-3 تا چای و سیگار میشست با سعید و سالار و سلمان و سهل که سابقه دارای سرسبیل و سرزندان و سامپسخونه و سیروس بودن به سقاب ریختن تا سر شب. سر شب سرکله سوسن رقاصه و دست سازن زربیش پیدا میشد، بعدش سروسات عرق سگی و ماست و خیار بود و بسات سیخ و سنگ تا بوق سگ.
یه روز اشک آسه صادق سوسنگری مثل هر روز سیرابیشو سر کشیده بود و جیگرشو سق زده بود و سیگارشو کشیده بود، سقاپش هم ریخته بود. اسقر سوسما تازه داشت سینی سروسات عرق سگی و ماسخیار رو مستش بسات میکرد. یه سوسول سینه مرمر سفید مفیر که سرشو سشوار کشیده بود و ریش سیبیلشو صاف و صوف کرده بود و ای سرخاب سفیده ها بیام تو صورتش بود، سرکلش تو قهوه خوره اسقر سوسمار پیدا شد. اون شب کسی سر در نیاورد. چرا؟ آسد صادق سوسنگری سر دماغ نبود و حوصله نداشت. نه سر به سری کسی گذاشت، نه سر تومنی صادق سیبیل کسی کرد. اون شب صبح شد ولی دیگه کسی آسد صادق سوسنگردی رو نه تو دکه حسن سیرابی حسن سیا دید، نه تو قهوه خونه اسقر سوسمار. کاسبای سرا سد اسماعیل میگفتن یه بردست سر دکون گرفته و سر زور بساط سمساریشو ور میچینه و سه و نیم جمع میکنه، کرکرهشو میکشه پایین و با وردستش میچپه تو دکون تا فردا زور میکپه. سابقه دارای سرسبیل و سرازندان و سامپسخونه و سیروس هم سراغشو میگرفتن ولی کسی سر از کار آسد صادق در نیورد که چی شد؟ یه هوی سهش سنگی شد و سرش رفت تو لاک. دیگه نه پاسور و سقاپی، نه سر و صفی، نه سر و سفری، نه سری تو سرا، نه پنج سری تو هندق بلا. میگن وردستش از اوناست که سرشو سشوار میکشه و ریش سیبیلشو ستیقه میکنه. ای سرخاب سفیده بیام تو صورتش داره. الله و علم. من همش فکر میکردم بگیم اگه ایشون خود پا به سن گذاشته بود و دندون مصنوعی داشت با این همه سین میخواد چیکار کنه؟ هر سینی که میگفت یه دفعه میفتد دندون پایین، یه دفعه مجبور جور. پاس الو حاج آقا آس آس سلام علیکم جناب پاس. پاس مصده اوقات که نیستم. آس نخیر بفرمایید، شما مراهم هستید. پاس حاج آقا قرض از مزاحمت سفارش کار برای بنده زاده بود. آس شما مگه چند تا پسر داری؟ آس همون یکیش هم غلام شماست. آس خب من که ایشونو دستشو تو انرژی هستی بند کردم، مگه نمیره سر کار؟ آس حاجی از شما چه پنهون، چند روزی هم رفت سر کار. بعد تو محل براش دم گرفته بودن، میگفتن انرژی هستی 200 تومن بسته ای. اونم دلش رو زد دیگه نرفت سر کار. آس خب این که نمیشه که. پاس حاجی خودتون گفتین دیپلمشو که گرفت به من خبر بدین. آس پس به سلامتی دیپلم گرفت. پاس میگیره حاجی جون. گفتم شما یه کار خوبه دیگه براش ردیف کنین، اونم تشویق میشه دیپلم میگیره ایشالله. آس ایشالله. خب ببینم، دوست داره وزیر بشه؟ الان چند تا وزارتخونه بی وزیر مونده. آس نه حاج آقا، وزیر دنگ و فنگ داره، بعدم یه وقت استیزایش میکنن، تو فامیل خوبیت نداره. آس خب میذاریمش معاون وزیر، خوبه؟ آج آقا معاون وزیرم هم همون وزیر دیگه، وزیر بره مسافرت کاراش گردن معاونه. آس مشاور خوبه؟ مشاور وزیر. پاس حاج آقا یه پست پایین تر اگه باشه بهتره، میدونین که. آس خب بگم براش حکم مدیر کلی بزنن. پاس قربون دست و قلمتون حاجی، مدیر کلی بازم مسئولیت داره، این به درساش هم باید برسه. آس خب بیاد بره بشه رئیس اداره. پاس قربونتون برم، خودش میگه هرچی پایین تر بهتر. آس چرا آخه؟ پاس والا میگن هرچی پست پایین تر باشه درآمدهای جانبیش بیشتره. میگن توی وزارتخونه اینقدر که آبدارچی دستش بازه وزیر و معاون نیست. آس میخواد آبدارچی بشه؟ آس حاج آقا دست شما درد نکنه، پسری یکی یه دونه من برای آبدارچی بشه. آس خب پس خودش میخواد چیکاره بشه؟ بگو من هم حکم براش بزنم. پاس های جون اگه بشه کارشناسی چیزی تو این مایه ها. آس خب ببین عزیز من، کارشناس باید سواد داشته باشه. با این مدرک زیر دیپلم به پسر تو همین کارهایی که گفتم و همین پستایی که گفتم میتونم جور کنم. میگم میخواد سفیر بشه بره کشور خارجی.
پاسهاج آقا اون جوجه ها میترسم. شانس که نداریم یه وقتی دی زده انقلاب شد، تازه ممکنه معتاد بشه یا ایدز بگیره، دوره برای خودمون باشه بهتره. از پس بذار یکی دو سال دیگه ببینم تو انتخابات مجلس چیکار میتونم براش بکنم. یه زنگ بزن یادم بنداز. پاس قربون شما برم. خدا بزرگی کمتون نه. علی پیام تشریف بیارید که ما منتظریم. خیلی ممنونم. اون چه که من بارها در رابطه با استاد محفلاتی گفتم اصلا هم خضوع و فروتنی نیست، این واقعیت ستون فقرات طنز ایران هستن و ما در مکتب ایشون آموختیم اون چه که بلد هستیم. با اجازه استاد معین کرمانشاهی و سایر بزرگوارا مهمانان عزیز که در مجلس هستن، یه آسوپاس تقدیمیتون میکنم چند قطع شعر. با این دوتا شخصیت که آشنا هستید به اندازه کافی دیگه من توضیح نمیدم. آس الو پاس سلام آجی چه خبر؟ آس امن و امان. پاس حاجی قرار شدی پاکت های مناقصه رو باز کنی یه ندا بدی، دارید دیر میشه ها. آس واسه همین زنگ زدم. پاس پس بگوشم برو سر اصل مطلب. آس جونم واسه بگه که پاکت اول مال یه شرکت آمریکایی بود، در بسته انداختیمش تو خورد کن. پاس خوب کردین. دومی هم مال یه شرکت انگلیسی بود، انداختیم بغل پاکت اول تنها نباشه. بعدی مال یه شرکت آلمانی بود، قیمت زده 11 میلیون. پاس آنالیز قیمت. آس 1 میلیون طراحی، 4 میلیون مواد اولیه، 4 میلیون هزینه ساخت، 1 میلیون نصب، 1 میلیون سود. بعدی مال یه شرکت چینی زده 5 میلیون. آنالیزش این که طراحی مجانی، 2 میلیون مواد اولیه، 2 میلیون ساخت، 1 میلیون نصب. پاسته سودش. آس سود نمیخوان، واسه رضای خدا دارن تو مناقصه شرکت میکنن. پاس خدا خیرشون بده. دیگه نداره دیگه، تموم شد. خب پس با این حساب ما چقدر بزنیم که برنده بشیم؟ آس شما بزن 53 میلیون. پاس شوخید گرفته؟ نه عزیزم جدی عرض کردم، 53 میلیون. پاس مناقصه سا مزایده نیست، اونش با من اگه علی ساربونه کارشو بلده. آنالیز نمیخواد. حالا واسه اینکه خودم بدونم، واسه اینکه خودت بدونی، 10 میلیون سود من. پاس آس 10 میلیون تو ایول، 10 میلیون فرسان تا حاج آقا، اون که جای خود، 6 میلیون حق العمل کاری درسته، 3 میلیون کمک به صندوق حمایت از تولید کننده داخلی اوکی، 2 میلیون کمک به مسجد سازمان دم شما گرم، 4 میلیون کمک به هیئت عزاداری محل، اون که از واجباته، 1 میلیون واسه مراسم جشن، ای ولی اینو یادم رفته بود، 2 میلیون هم سهم چی آجی، کاری نداشته باش، به چشم. شد چقدر؟ تا اینجا جمع 48 تا 53 تا چقدر میمونه؟ 5 میلیون. خب درست شد دیگه، حله. 5 میلیون هم میدیم اون شرکت چینیه بیاد کارو بسازه تحویل بده بره.